آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان. دیدار ظریف با لودریان ارتباطی به نشست جی 7 ندارد. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا از قبل در جریان سفر ظریف به بیاریتز نبوده و غافلگیر شده است. اوکاز عربستان، ایرانیان در پاریس فریاد می‌زدند ظریف جنایتکار است. به دنبال سفر جواد ظریف به محل برگزاری اجلاس جی 7، صدر اعظم آلمان اعلام کرد دیدار ظریف با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه ارتباطی با اجلاس جی 7 ندارد. کاخ سفید هم اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا از قبل در جریان سفر ظریف به بیاریتز نبوده و غافلگیر شده است. رویترز گفت ترامپ که سیاست ماکسیموم فشار روی رژیم ایران را اعمال کرده است، از موضع ماکرون مبنی بر ارسال پیام توسط رهبران جی 7 فاصله گرفت و گفت خیر، من در مورد این موضوع صحبت نکردم. ماکرون و نخست وزیر ژاپن شینزو آبه آزادند با ایران مذاکره کنند. ترامپ گفت ما کار خودمان را می‌کنیم و من نمی‌توانم مردم را از حرف زدن باز دارم. آنها اگر می‌خواهند مذاکره کنند می‌توانند این کار را بکنند. دونالد ترامپ این ادعا را که رئیس جمهور فرانسه از طرف جی 7 پیامی برای رژیم ایران فرستاده است تکذیب کرد. وی گفت من سر این موضوع صحبتی نکردم. نه، صحبتی نکردم. دونالد ترامپ در یک پیام توییتری دیگر گفت در فرانسه ما همه به اینکه چطور آمدانه در آمریکا از وقایع و گفتگوهای جی 7 گزارش می‌دهند می‌خندیم. این رهبران و بسیاری دیگر آموزش‌های دست اولی از اخبار دروغ می‌گیرند. همه چیز از ایران تا مالیات‌ها بر چین تا موضوع بوریس جانسون را اشتباه گرفتند. روزنامه اوکاز عربستان سعودی گزارش داد ایرانیان در پاریس دیدار ظریف را از فرانسه محکوم کردند و خواستار قطع روابط با تهران و حمایت از اعتراضات مردم و سرنگونی رژیم آخوندها شدند. تظاهر کنندگان شعارهایی مانند نه به دیکتاتور خامنه‌ای و نه به رژیم ولایت فقیه و ظریف جنایتکار نماینده رژیمی است که مردم ایران را سرکوب می کند می دادند. اسدالله بادامچیان دبیرکل باند فاشیستی مؤتلفه وحشت رژیم را از موقعیت بین‌المللی مقاومت ایران به نمایش گذاشت و گفت امروز مجاهدین در کنار ترامپ و پومپئو و دیگر مقامات کاخ سفید در حاشیه امنیت به سر می‌برند و در اروپا به راحتی رفت و آمد دارند. دولت و دستگاه قضایی باید در تماس با کشورهای اروپایی آنها را از عواقب حمایت از مجاهدین برحذر دارند. علی اسماعیلی عضو مجلس ارتجاع به بحران‌های گریبانگیر آخوندها اعتراف کرد. شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران در او قرار دارد شرایط بسیار حساس و ویژه است. امروز بحران‌های زیادی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است. اولین بحران، بحران بزرگ نقدینگی است. حجم بزرگی از نقدینگی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. این نقدینگی همچنان در حال افزایش و صدمات زیادی به اقتصاد کشور خصوصا بخش تولید میزند. بحران دوم بحران بزرگ بدهی دولت است. این بدهی به بانک ها، صندوق ها و پیمانکاران است. صدای شکستن استخوان های بانک ها، صندوق ها گوش فلک را کر کرده است. بسیاری از بانک ها، صندوق ها و پیمانکاران به واسطه عدم دریافت مطالبات در خطر ورشکستگی قرار دارند و نمی توانند خدمات درست به مردم و ملت و سرمایه گذاران ارائه کنند. چهار کارگر هموطن در یک استخر ماهی در یکی از روستاهای شهرستان شوشتر بر اثر استنشاق گاز آمونیاک متاسفانه جان خود را از دست دادند. گزارش ها حاکی است که به دنبال سقوط یکی از کارگران در یکی از حوضچه های آمونیاک سه کارگر دیگر نیز برای کمک به وی به درون این کانال رفتند که متاسفانه همگی دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست دادند.